رادیو همراه، بفرمایید. سلام آقای دکتر. سلام، بفرمایید. من یه چند روزی هست با شما آشنا شدم و از این بابت خیلی خوشحالم و این چند روز خیلی از بالای صوتی شما رو گوش دادم و احساس میکنم که یه در تازهی به روی من باز شده که انگار یه دنیای دیگه هم وجود داشته که من ازش بیخبر بودم. من با توجه به اینکه میدونم شما مخاطباتون معمولا یه پیش زمینه‌ای در مورد خودشون میگم، من یه سری اطلاعات کلی خدمتتون میگم، بعد شما اگر هر جا سوال داشتید لطفا منو استاپ کنید. من 40 سالمه و حدود 4 سال هست که به کانادا مهاجرت کردم و همراه همسرم، یه دختر 3 ساله دارم و 7 ساله که ازدواج کردم. فرزند 7م از یک خانواده 7 فرزنده هستم. اختلاف سنیم با خواهر بزرگتر از خودم 5 سال و با اولین فرزند خانواده که اون هم دختره حدود 22 سال بوده. کودکی بسیار دردناکی داشتم و از هر نظری که شما تصور بکنید، چه از نظر فرهنگی چه از نظر اقتصادی، به شدت تحت فشار و آزار روحی روانی بودم و توی یکی از شهرهای خیلی کوچیک ایران توی شمال شهر غربی ایران زندگی میکردم و دائما تحت آزارهای فیزیکی بقیه از خانواده قرار میگرفتم، مخصوصا مادرم. خیلی زود وقتی که سنم کوچیک کمتر بود به این نتیجه رسیدم که تنها راه نجات من از اون محیط و از اون خانواده و از اون شرایط اینه که درسام بخونم، بتونم از اونجا خارج بشم. و با اینکه خیلی تحت فشار بودم، نمیدونم چرا، ولی همیشه شاگرد اول بودم تو کل دوره تحصیلم و بالاخره توی و اینم داخل پرانتز بگم که تو همه اون سالها غیر از همه اون فشارهای اقتصادی و در واقع تحقیر و فشارهای روانی که روم بود، من با استراب خیلی شدید درگیر بودم، جوری که خودم نمیدونستم اصلا و فکر میکردم اتفاقا خیلی آدم ریلکسی هستم، ولی بعدها متوجه شدم که استراب بسیار شدیدی دارم، جوری که روی درس خوندن من تاثیر میذاشت و من افورتی که بقیه شاید میتونستن توی مثلا 1 ساعت 10 صفحه بخونم، من اینو توی 2 ساعت میخوندم، ولی میخوندم. به هر حال این دوره گذشت. من یه سوالی ازتون دارم، چون 2 دفعه تکرار کردید برام یه پرسشه. فشار اقتصادی که ازتون نست که وضعیت مالی خانواده خوب نبود یا روی شمایی به خصوص؟ خب چون یه ذره غیر عادی است، نفهمیدم یعنی چی عزیز. نه بس کلن رو کل از خانواده بود. بسیار خوب، متوجه شدم. مادر که کار نمی کردن، خانه‌دار بودن یا فقط عرض کنم که بچه بزرگ کن بودن و شیر میدادن، کار دیگه نمیدونستن با 7 تا بچه با فاصله 22 سال از ایشون تمام مدت یا یکی داشتی. پدر شغل و کارشون چی بود؟ پدرشون آزاد بود، ولی خب این کام شغل خودشون را بد جوری آزاد گذاشته بودن که همینجوری بچه بیارن. بله دقیقا همینطور. شما بالاخره دیپلوم که گرفتید چه کردید بعدش عزیز؟ من دیپلوم هم گرفتم و توی یکی از بهترین دانشگاه‌های ایران یکی از رشته‌های مهندسی خوندم و بعدش تو شهر خودتون یا رفتید بیرون؟ نه تهران رفتم، من دانشگاه تهران رفتم. بس بنابراین شما بعد از 18 سالگی آزاد شدید و اومدید تهران و رفتید تو خوابگاه؟ بله دقیقا، و همونجا ارشدم و دکترام رو تو اتم دانشگاه تهران گرفتم و یه ازدواج ناموفق تو سن 22 سالگی داشتم که بیشتر از 1 سال دوام نیاورد و خیلی همیشه بابت این خوشحالم که شجاعت به خرج دادم و از این زندگی اومدم بیرون، چون اگه میموندم مطمئنم نمیتونستم ازش بیام بیرون. خلاصه گذشت و یه مدتی من رو خودم کار کردم و کار میکردم، تونستم تا یه حدی خانوادم ساپورت کنم، ولی به این نتیجه رسیده بودم که از خانوادم فاصله بگیرم، فقط در حدی که میتونم بهشون کمک مالی بکنم باهاشون کانتکت داشته باشم، چون بسیار هنوزم که هنوزه با اینکه بچه دارم و خودم مادر هستم، خیلی وقتا اون خاطرات بچگی که چجوری تهدید میشدم و کتک میخوردم، گاهی وقتا از دست مامانم فرار میکردم میرفتم توی
اتاق توی حموم تاریک خودم رو محبوس میکردم که دست مامانم به هم نرسه و تو اون حموم پر از سوس بود و خیلی وضعیت وحشتناکی بود که بعض وقتا حتی وقتی که مریضم یا مثلا تب دارم یا به هر دلیلی حال جسمی بده سرما خوردم، نمیدونم چه اتفاقی تو مغزم میفته که همه اونها دوباره تو ذهن من مرور میشه و عین متاسفانه حافظه تصویری بسیار خوبی دارم و همه اونها عین یه فیلم سینمایی میاد جلوی چشمم و منو همچنان آزار میده. تنها کاری که تونستم بکنم این بود که ازشون فاصله بگیرم، با اینکه از لحاظ حیثیتی خیلی واسهشون سخت بود که دخترشون بره یه شهری و دیگه برنگرده، ولی خب من همه این سختی‌ها رو تحمل کردم و ترجیحم این بود که ازشون فاصله بگیرم و هنوزم که هنوزه میتونم از لحاظ مالی بهشون کمک کنم تا حدی، ولی خودم درگیر مسائلشون نمی‌کنم و تو ازدواج بعدی من اونها رو دخیل نکردم، فقط فرمالیته همسرم اومد خانواده منو دید و تا حد امکان سعی کردم که به هیچ عنوان اصلا ازشون کاملا فاصله بگیرم. دو تا سوال دارم. سوال اول که همسرتون چند سالشونه؟ همسرم 41 سالشه. بله. و چی خوندن؟ چی میکنن؟ ایشون مدیر مالی هستن و رشتهشون فایننس بوده و تو کارشون خوشبختانه موفق. اوکی. خب حالا شما 4 سالی که آمدید کانادا، خب دیگه موضوع درس و اینا احتمالاً منتفی است، حالا مگر دوره‌ای باشه، بنابراین هر دو کار می‌کنید؟ من دوره گذروندم. دقیقاً. آها. بله. من دوره گذروندم و علی‌رغم اینکه همیشه بسیار مخالف بچه دار شدن بودم و برای بچه دار نشدن هزار جور دلیل فلسفی واسه خودم تعریف کرده بودم، ولی وقتی که اومدم کانادا انگاری که یه مقداری آسوده شده باشم و انگار که به نتیجه رسیده باشم اوکی من چند زندگی جدیدی واسه خودم شروع کنم، انگار برام یه شروع تازه بود و کم کم یه دفعه این اتفاق نیفتاد، تدریجی بود، به نتیجه رسیدم که اوکی چرا بچه دار نشم و فکر میکنم که شاید مادر بدی باشم از گفتن این حرف، ولی خیلی خوشحال نیستم از اینکه بچه دار شدم. دلیلش هم الان میگم خدمتتون، با اینکه خب وقتی بچه به دنیا میاد همه ی آدم ها فکر میکنن بچه‌شون دوست دارن، ولی موضوع اینه که من هنوز از لحاظ ذهنی نتونستم خودم متقاعد کنم که من اصلا چرا بچه دار شدم. دلیلش هم اینه که من به خاطر ترس و استرابی که با من همیشه توی این سالها همراه بود آدم خشمگینی هستم و خب بذار من دو تا توضیح کوچولو بدم، چون این مطالب میدونید برنامه من درست است که در ارتباط با عزیزی است که روی خط میان، ولی من باید به بقیه شنوندگان خوب و عزیزم توجه داشته باشم. اولا شما میدید مطالعات نشون میده وقتی یه دختری در یه خانواده ایست بیشتر از 4 تا فرزند و دختر آخره، اشتیاقش به ازدواج و داشتن حالا به بچه 400% کمتره. یعنی از 10 تا زنی که یکیش معمولا در حالت عادی نمیخواد بچه دار بشه، بچه های آخر 4 برابره. بنابراین شما یه نکته اونجاست. دوم اینکه شما از کودک و کودکی بدتون میاد. علت چه میاد که مشخصه اصلی شما به عنوان فرزند آخر دو چیزه، نمیدونم نمیتونم. برای که خواهر برادرها میدونستن و میتونستن حرف بزنن، میتونستن به چرخ سواری کنن، میتونستن نمیدونم یه چیزی بنویسن، شما نمیتونستی. شما تنها چیزی که پشت سر هم بهتون ضربه میخورد، حالا بگذاریم از روابط پدر و مادر و اینها که مادری هرگز به بچه هفتم نمیتونه برسه و اون ارتباط تنگاتنگ رو نداره برای که ممکن نیست، شما اون احساس دوگانه‌ای رو دارید. از یه طرف نمیدونید نمیتونید، از جانب دیگه باید بدونید و بتونید. حالا بینش کدام رو انتخاب میکنید؟ بعد معمولا تیپی مانند شما یا تبدیل میشه به یه آدمی که مسئولیت نمیپذیره یا به کسی که بیش از حد مسئولیت میپذیره. ولی با حرفایی که زدید، با وجودی که رشته و کارتون موضوعهای روانی نبوده، پیداست تونستید پس بزنید پرده هایی رو که معمولا جلو چشم دیگرانه و بر مبنای اون عمل میکنن. از همون آغازی که قصد خروج از خانه و شهر رو داشتید، آمدنتون به تهران و بقیه موضوعها را، ازدواجتون میتونسته یک اشتباه باشه، ولی خب
خوشبختانه با سرعت تصحیحش کردید و بیرون آمدید در یه جامعه ای که طلاق به عنوان یه تابو و بد و منفی هست، و بعدش هم تونستید درستون رو بخونید و کارتون رو به آخر برسونید و ازدواج اخیرتون هم خب به هر حال در یه سن نیست که معلومه، هر دوی شما با یه آگاهی آشنایی بودید، حالا کجا هستید نمیدونم. فرزندتونم کاملا متوجه هستم، بعد ورودتون به کانادا به هر حال یه پرده رو برای شما باز پس زد که دنیا رو میشه یه جور دیگه دید، یه جور دیگه زندگی کرد و خب تحت تاثیر اونها هم قرار گرفتید. علتش هم خیلی روشنه، چون بحث وقتی که درباره هوش هست، هوش در حقیقت یک نوع تنوع در سازگاریه، یعنی توان این که تشخیص بدیم روابط سطحی چه هست و بر مبنای اون با سرعت تصمیم‌ها رو بگیرید. خوشبختانه درباره این موضوع‌ها به دلیل اینکه مسائل پیچیده‌ای نیست، شما از اون توان هوشیتون هم استفاده کردید و به هر حال به خاطر اینکه فرزند آخر بودید خیلی چیزا از خواهر برادرها شنیدید، خیلی رفتارا اونا با شما داشتن، شما یه چیزی نزدیک 8 تا پدر مادر داشتید که همه به نوع بتون بکنه نکنه باید نباید میگفتن، زمینم بچه آخر بودید، عروسک همه هم بودید مورد نوازش و استفاده هم قرار میگفتید. همه اینا به شما فرصت داده که از خودتون یک کسی بهتر و برتر بسازید، به اینجا رسیدید. از این بابت هم خوشحالم. من در واقع موضوعی که الان باهاش درگیر هستم هنوز واقعیتش برای خودم مشخص نیست دقیقا، شاید شما کمکم کنید بدونم مشکلم چیه. ببین، من یه احساس دوگانه نسبت به همه چی دارم، احساس دوگانه نسبت به دخترم، نسبت به همسرم، نسبت به خودم، به شغلم، به کل این دنیا اصلا. خب همینجا بیستید. ببینید عزیز، اولا میان هیچ نوعی از موجودات به اندازه انسان این همه تضاد نیست، یعنی انسان در واقع میان طیف‌های کاملا افراط و تفریط در همه زمین هاست. دوم، اصولا مشخصه آدم باهوش که ما به عنوان اگزیستنشیال انگزایتی میشناسیم اضطراب هستی سه چیزه، یکی مرگ، یکی یه نوعی احساس تنهایی کردنی که شما مثلا با جایگاهتون دارید، ولی مهمتر از همه شکه، یعنی همیشه من با شک و دودلی همراه هستم. علتش هم این است من باید تصمیمات مهم و اساسی رو با اطلاعات کم بگیرم که شک دارم راجع به همه چیزه، تازه درباره آینده‌ای که مبهمه و از اون گذشته در ارتباط با دیگرانی که من نمیدونم چی میکنن. بنابراین اون برمیگرده به مدیریتی که شما از حدود 3-4 سالگی باید برای نوعی سروایول و زنده ماندن میکردی. چون ببینید تو خانه های شلوغ با این تعداد بچه افراد باید به خودشون برسن، دلیل آخر کار میبینن سر سفره گوشت گیرشون نیومد، میدونید، یعنی حتی تعدیقی به اونا نرسید. و درسته که این موضوع میتونه ظاهرا الان با لبخند شما سعید، ولی میدونید برای کودک یعنی چی؟ برای که ذهن و زندگیش همونه و بعدم اون رو به گونه‌ای که تفسیر و تعبیر میکنه مسئله است. بنابراین وقتی شما با یه دختر باهوش روبرو میشید و بعدم بچه آخره، شما جایگاهتون خیلی بد بوده، یعنی جایگاهی بوده که گفتم پدری و مادری براتون ریخته بوده بدونی که آگاه باشن، دانا باشن، مهربون باشن و زمنان نسبت به موضوعای مقدار منصف نبودن، نمیتونسته باشه. خواهر برادر کمی بزرگتر وقتی که دلش نمیخواسته شما برید تو اتاقش یا برید سر به اسباب بازیش یا دوستاش اومدن بیاد اونجا حرفی بزنید، دست به یه مانورایی میزده و شما رو دور میکرده و اون زمینه رو دارید. ضمناً با توجه به برخورد مادر و اون نوع فاصله گرفتنها و در نتیجه اون وضعیت رو در ذهنتون تشدید کردن و چون تعدادتون زیاد بوده مشخص نمیشده شما کجایی، چون من تو خانواده‌ای که تعداد بچه ها بیشتر بوده بعض وقت شنیدم که از مهمونی رفتن بیرون بعدن یادشون افتاده یکیشون رو نیوردن، میدونید، یعنی یه حاضر غائب باید میکردن وقتی تعداد بچه ها زیاد های رفتن مهمونی، یه دفعه بوده شما یکی از بچه ها جا موند. خب شما فکر کنید در یه چنین خانواده چه خبر است؟ به همجاست که امروز کاملا پیشنهاد دو یا سه تا بچه رو میکنن،
اونم وقتی به درستی به موقع ازدواج کردید. یعنی اونچه که شما دارید به من میگید به مقدار زیادی عادی است در شرایطی که شما بودید، ولی مهم اینه که حالا کدامش الان یک مزاحم و مسئله است برای شما و بعد از چه نوعی که چه کار میشه براش کرد. چون بسیاری از اینا غالب اوقات فقط کافی است که صورت مسئله رو عوض کنید یا اون تفسیر و تعبیر یا اینترپریتیشنی که میذارید رو حوادث رو دگرگون کنید، یا درباره موضوع وقتی که شک دارید خب با شک زندگی کنید. یعنی این مشخصه انسانه، برای که اولا یه جهانیست که توش مطلق و قطعیت نیست، نسبیه، تازه یه پدیده کاملا در حال تغییره و ضمناً ما مثل یه رودخانه میمونیم که هیچ لحظه‌مون مانند لحظه قبل یا بعدمون نیست. و در نتیجه اینکه شما صبح یه چیزی رو بخواید دو ساعت بعد اصلا نخواید، نزدیک ظهر فکر کنید نه چجوری خوبیه باید بخوامش، یکی بعد از ظهر فکر کنید من اصلا چقدر کمدانم و بی خودی فکر میکنم برای خواستن این چیز. شما تو در یه روز میتونید چند بار درباره موضوعهای مختلف با توجه به حال روانیتون و شرایطی که دارید درباره یه موضوع نظرتون رو عوض کنید. به همین جهت است که انسان که موضوع پدیده جامدی نیست که شکلی داره مثل یه لیوان که همینه، نه، مثل مایه و آب این لیوانه که بس به اینکه رو زمین بریزیدش یا توی ظرف دیگه بریزیدش یا بس بریزیدش توی حوض آب، حالا اصلا این آب یه چیز دیگری میشه غیر از اون که بود. و بنابراین اینا اون موضوعی است که سبب میشه انسان یه موجود بسیار پیچیده باشه. من بعد از 23 سال، بیش از 23 سال که رو خط رادیو تلویزیونم با بیش از 40,000 نفر حرف زدم، برخی از اوقات دوستان میان یه دفعه مطلبی رو مطرح میکنن که من برای اولین بار با این موضوع در خصوص انسان روبرو شدم. بعد از این همه مدت، تازه کار من فقط رادیو تلویزیون نبوده، کنفرانس بوده، کلاس بوده، درس میدادم، کتاب خوندم، آشنا هستم به مسائل. اینه که این احساس به نوعی تردید درباره همه چیز، دقیقاً همونطور که گفته شده شک نشانه ایمانه و نشانه حرکت به سمت یک باور و اعتقاده، در اینجا هم عادیه. اون مسئله شما نیست. بله، یه چیزهایی هست که ما تو زندگی بهتر دنبال بقیه بریم. یعنی من فرض کنید عرضم این بودی که عروسی میخواید بگیری، برید لباس عروس باید سفید باشه، سفید باشه، داماد باید مشکی باشه، مشکی باشه، بازی در نیارید که من میخوام قرمز بپوشم. یا اگر قرار است این مهمونی فرض کنید شب باشه، نگید من صبح میخوام اون رو بگیرم. علتش این است که درست شما حرفی برای گفتن دارید و حق انتخاب دارید، اما در بسیاری از موارد تعقیب راه دیگران در زمینه‌هایی که ما رو راحت میکنه از دودلی و تصمیم گیری و ضمناً غیر عادی به نظر نمیایم میتونه کمک بکنه. ولی در این حال میدونیم وقتی که کمی استثناء باشیم مانند دیگران عمل نمی کنیم. ولی قرار نیست که چه وقتی که با دیگرانیم چه نیستیم فکر کنیم عیب و ایرادی داریم. این داستانی که الان باز شما به من میگید تعجب نکنید، کاملا مرتبط به فرزند آخر بوده. یعنی فرزند آخری که همیشه میگه نمیدونم نمیتونم، و این چیزیست که شما برخی از اوقات با گفتن نمیخوام همراهش کردید ولی باز زود متوجه شدید و اون ناآگاه عزیز. یعنی مطالعات رو بچه های آخر نشون میده. چون ببینید شما اقلا 5,000 بار تجربه کردید که اونا میتونستن، شما خواهر برادرشون و شما نمیتونید. دوم 25,000 بار هم بهش فکر کرد. حالا یه چیزی که بس باید 3 بار ای به ذهن من شما بیاد میمونه، این 30,000 بار آمده و رفته که من نمیدونم و نمیتونم. حال شما عادی، حالا هر جور دلتون میخواد گفتگو رو ادامه بدید. آقای دکتر، مادامی که اون درگیری های ذهنی تاثیر مستقیمی روی زندگی من، روی زندگی روزمره من نداره، من باش مشکل ندارم. مثلا اینکه من جهان برای چی ساخته شده، نهایتا اینکه به نتیجه نمیرسم خدای هست یا نیست، میگم مثلا به من چه، یعنی به راحتی میتونم اون رو تو مرد. نه نه نه، صبر کنید. نه نه نه، اینا حل نه، اگر حل نکنید مسئله است. این که ببینید عزیز، در این گونه موارد، چون اشاره هم کردید بهانه هایی داشتید برای نداشتن بچه از نظر فلسفی، یه اشاره ای آمد. ببینید تو این گونه موارد میشه یک بار یا یکی دو سه بار یه فرصت گذاشت، وقت گذاشت، با آدم آگاه حرف زد،
و پرونده رو بست. اگر باز بگذارید گرفتارتون میکنه. یه آدمی مثل شما نمیتونه خودش رو گول بزنه، یعنی بگه خیلی خب بس به نتیجه نمیرسیم، بس کسی جواب رو ولش کنه. نه، اون شما رو ول نمیکنه. میخوام به شما بگم یه مقدار از این موضوع باید به مقدار زیادی حل بشه و بعد هم بسیاری از اوقات سوالای فلسفی شما به یک اعتبار که در حوزه علمی است وارد حوزه فلسفه یا مذهب میشه، وقتی که با آگاهی آدم بدونه که چرا نمیتونه بدونه یا چرا نمیتونه بفهمه دست از سرش بر میداره. به همجاست که گفته شده در باره این موضوع ها اگر ما به اونجا برسیم که از سر آگاهی بدونیم چرا نمیتونیم بدونیم یا چرا نمیتونیم بفهمیم، ما رو پرونده رو میبنده. در غیر این صورت نه. و بعدم این موضوع ها مهم، اون که مهمتون اینه به کجای زندگیتون بر میخوره. شما اگر الان به من بگید که با توجه به سنم و شرایطم و شنیدم و یه ده گفتن و نمیدونم که داشتن یه فرزند شاید کار درستی نباشه، ولی با توجه به سنتون و وضعیتتون بگید یه دو دلی دارم میفهمم، ولی اگر بگیرید بشینید بی خودی برید سراغ موضوعی که موضوع شما نیست، اون نشون دهنده یک خالی بودن الان زندگیتونه و دو نشانه استرابی است که دنبال موضوعی قبلی داره میگرده. بعدم دو تا نکته کوچک میگم بعد حرفتون رو بزنید. ببینید همه خاطرات گذشته اگر بد و منفیان دو چیز با خودشون دارن، یکی انرژی دارن، یکی زهر و سم دارن. یعنی درست مثل چیزیست تو وجود شما که اونجا نشسته، انرژی و زهر و سم داره. خب ما دو کار امروز در دنیای علم میکنیم، انرژیشو ازش میگیریم، زهر و سمشو میگیریم. خاطره اونجا به صورت یه پدیده منفعل هست، باشه که باشه. دوم ما یه قاعده ای داریم، ما زندگی رو اینقدر با کار خوب پر کنیم که وقت برای کار بد و فکر بد باقی نمونه. بنابراین باید زندگی رو پر کرد، برای که یکی از سه تا نیرویی که در انسانه نیروی اشتغاله دیگه، یعنی ما همیشه باید مشغول باشیم. بنابراین اگر مشغول در مسیر درستی نباشیم و جهت هدفی نداشته باشیم یا در مسیری نباشی که زندگی ما معنی میده، هم وقت تلف کردن، هم خسته شدن، هم یک مرتبه وقت آزاد پیدا کردن و اون وقت کار بد و یا فکر بد کردنه. شما نگاه کنید از 100 تا آدمی که معتاد میشن، حتی اعتیادهای عادی مثل سیگار یا مشروب، 99 تاش در اوقاتی است که هیچ کاری نداشتن بکنن. هیچ کسی در وقت مدرسه نبوده. حتی به همین جاست که بزرگترین آسیبی که بچه‌ها می‌بینن 3 ماه تابستونه، برای که بیکارن. و به همین جاست که من باهاش همیشه مخالف بودم، حالا وارد اون بحث نمی‌خوام بشم. حالا علتی که اینو بهتون میگم چون تواناییشو در شما میدم، ذهنتون رو یه مقداری باید وسیع‌تر و بسیار به نوعی عمیق‌تر کنید برای این مسئله. ولی میشه یک بار و فقط یک بار دربارش فکر کرد، پرونده‌شو بس و گذاشت کنار. حالا با توجه به این حرفا به من بگید اون چیزی که الان دلتون میخواد مطرح کنید یا موضوع بوده یا به خاطر اون تلفن کردید چیه؟ من قبل اینکه بگم، این جملتون که گفتید که زندگیتون با کار خوب پر کنید واقعا به دلم نشست و احساس میکنم یه فرنخی گرفتم. این واقعا به شنیدن این حرف خیلی فکر میکنم نیاز داشتم. من موضوعی که الان باعث شده که تماس بگیرم شاید به نظر در مقایسه با مشکلاتی که مشکلات خیلی بزرگتری که قبلا داشتم خیلی چیز پیچیده‌ای نباشه، ولی داره منو فعلا یکمی من به چالش کشیده. همسر من، مشکلی که الان من دارم اینه که همسر من آقای دکتر خیلی زیادی شوخی میکنه. یعنی چجوری بهتون بگم، نمیخوام از بین همه خوبی ها یه چیز بد پیدا کنم و گیر بدم بهش، واقعا قسم این نیست. نه مقصودتون چی از شوخی؟ مقصودتون ببینید آقای دکتر، مثلا من از سر کار میگم که آره امروز یه هفته در حد 2-3 دقیقه که کانکشن برقرار کنیم با هم دیگه، من میپرسم روز چطور بود، اونم میپرسه روز چطور بود، بعد من یه در حد 2-3 دقیقه راجع به روزم میگم و ایشون شروع میکنه به این که شکلک در میاره، صدا در میاره. یعنی من هیچ وقت نفهمیدم که همسر من از چه موضوعی رنج میبره که این کارا رو داره میکنه و بارها هم بهش گفتم که ببین
من خودم آدم شوخی ام و به راحتی میتونم ساعت‌ها بخندم، ولی یه وقتایی واقعا مودش نیست، دوست ندارم شوخی بکنی، ولی اصلا انگار متوجه نیست و کلا هم نمیشه فهمید که این آدم الان داره شوخی. نه این موضوع جدیه. جدیه. نه صبر، من میگم فرزند چندمه ایشون؟ همسر فرزند دومه. من یه چیز خیلی مهم راجع به خانواده همسرم بگم، خواهر ایشون اسکیزوفرنی دارن، خواهر که یک سال ازشون فاصله داشته و فرزند دوم هست همسر من و برادرشون 8 سال از خودشون کوچکتر، 3 فرزند. یعنی شون به من بفرمایید تو خانواده ایشون غیر از خواهر کی دیگه اسکیزوفرنی یا بیماری های روانی جدی داشته؟ من فکر میکنم بیماری جدی، اگر وسواس رو بیماری جدی بدونیم، مادرشون هم وسواس فکری شدید دارن. ولی آیا فکر کنین که بیماری خواهر از جانب مادریه یا پدری در حد دیگه شما میدونید؟ یعنی همون وسواس که در مادر میدید ریشه در چون ببینید معمولا اسکیزوفرنی تقریبا همیشه تو یکی دو نسل قبل میشه پیداش کرد، ممکن پسرمو باشه، دختر خاله باشه، پسر دایی باشه، یعنی معمولا به این راحتی ها ایجاد نمیشن. بله اسکیزوفرنی ایجاد میشه تو دو سن. چون ازدواجشون هم فامیلی بوده پدر مادرشون. چه نسبتی داشتن؟ پسرمون دخترم بودن. او مای گاد، اینا میدونی چه دست گلاست. بله و دست گل بزرگتر من آب دادم که با علم به این که میدونستم که همچین احتمالی ممکنه که منتقل بشه، من از اونا شاید انتظار نداشتم، سوادی نداشتم، ولی از خودم انتظار خیلی بیشتری داشتم که بچه دار نشم و من این کار کردم و این موضوع خیلی منو آگاهی اذیت میکنه با هم دارم یعنی نمیدونم چقدرش مرتبط میشه به تلاش من که جلوشو بگیرم، چون میدونم یه بخشیش مرتبط با تلاش من نیست، این کار طبیعته و این موضوعات دست چون من وقت کمه مجبورم از هر گوشه از دو تا نکته رو بذارید با سرعت بهتون بگم عزیز. اولا من اگر خاطرتون باشه یه جوری حرف زدم که داشتن یه فرزند تک کار درستی نیست، دومی و سومی که شما موضوعتون منتفی، شما با همین یک رو نباید بسنده کنید به خاطر اون سابقه. دوم تنها راهتون که چه میشه اینه که اگر محیط زندگی فرزندتون کاملا آرام و امن باشه، بسیاری از اوقات این بیماری ها رد میشن و تظاهرات بیرونی پیدا نمیکن. ممکنه کریر باشن برای فرزندانشون بعدن، ولی خودشون میگذرونه. تنها کاری که میشه کرد، یعنی اگر سابقه اسکیزوفرنی و یا بیماری های سنگینی از این قبیل تو خونه هست، فرزند شما نباید نه به خاطر درسش، نه به خاطر مشقش، نه به خاطر ورزشش، نه به خاطر موسیقی، نه به خاطر لباسش، نه به خاطر هیچ چیز وارد مرحله استراب بشه و امنیتش به هم بریزه و استرس داشته باشه. یعنی به مقدار زیادی باید آزاد و آزادش گذاشت، آزادی که به خودش و دیگران آسیب نمیزنه و بنابراین جنبه بد و منفی آزادیش پیدا نمیکنه. در غیر این صورت مسئله است. ولی حالا با توجه به این حرفا یکمی میشه در خصوص همسرتون هم متوجه شد. ببینید عزیز، اشکال کار اسکیزوفرنی تو خانواده و فامیل، ببینید برای فامیل درجه یک حتی دو، یه بمبی است که منفجر میشه. حالا بسته به اینکه این بمب چه فاصله ای داره با شما. یه زمانی که صدا شما قطع میشه، یه زمانی است ممکنه در پنجره شما حرکت کنه، اما یه زمانی در پنجره شما خورد میشه، یه زمانی نزدیک شماست، یه زمانی است که ترکشی از اون میخوره به شما، یه دفعه با مشکل دستتون یا پاتون که آسیب دیده روبرو میشید. همسر شما اینو داره و این کارش میتونه برخی از اوقات یه معنایی داشته باشه. این که الان من رو خط بتونم با توجه به که همسرتون نیستن خودشون توضیح بدن، ولی مسئله شوخی نیست. مسئله این است که ایشون موضوعا رو به یه جای دیگه مرتبط میکنن و بنابراین واکنشی که نشون میدن واکنشی است اثر عین خود شما که یه شاید اثر استراب و خشم. برای که یادتون باشه عصبانیت آبی است که ما به روی آتش بدترین احساس که استراب می‌ریزیم خاموشش کنیم. برای آدم‌ها به میزانی که مضطرب‌ترن عصبانی‌ترن. حالا این عصبانیت برخی از اوقات تبدیل میشه به قهر که نوع موزی و مرموز ارتباطه، یه زمانی تبدیل میشه به مثلا به اعتباری خیلی راحت حرف زدن و
پروایی نداشتند یا گفتن اینکه من اهمیت نمیدم و با وجودی که میدونن دیگری را اذیت کردن به بهانه رک بودن و مواردی از این قبیل یه مجموعه رو خراب میکنن. جای گفتگو داره. بنابراین اگر شما من بگید که درباره همسر من چی فکر کنیم، میگم اگر خودشون بودند و صحبت میکردن میشد فهمید. حالا میتونیم یه قسمت دیگه، اگر این موضوع مهم شماست، ما بعد از پیام ها میتونیم یه صحبتی تو این زمینه داشته باشیم. ولی یه خبری اونجا هست و این خبر چه هست موضوع مهمیه که البته شما باید بدونید کجا همسرتون چه به صورت مثبت و منفی رفتارش عادی نیست، ممکنه تا جنبه مثبت هم باشه، کجاها عادی نیست، چون اونا نشون دهنده است. به علاوه یک کمی اگر دقت کنید خواهید دید که وقتی گزارش روزانه‌تون رو میدید، اونجایی که شما درباره موفقیتتون صحبت کنید ایشون اذیت میکنه، اونجایی که اشتباه کردید نه یا درست، وقتی که در ارتباط با یک خانم یا آقای صحبت میکنید ایشون حساس میشه، وقتی که در ارتباط با کارها یا مسائلی که جنبه اداری داره و به مثلا به کار کارخانه یا هر جایی که هستید مرتبطه، نه واکنشی نشون نمیده. ولی نشون میده ایشون یه حساسیت هایی دارن که وقتی انگشتتون رو اون قسمت حساس میگذارید، به جای یه پاسخ که یه مثلا حال عادیه، از ایشون ریاکشن میشنوید و بعد ریاکشنش رو به این صورت در میاره، که البته این نکته مهمه با بقیه هم این کار میکنه یا نه و یا خودشون چه توضیح دارن. بنابراین بذارید پیام ها رو بشنویم، شاید نتونیم بیش از یه قسمت 15 دقیقه به این موضوع اختصاص بدیم. شما من بگید چی براتون حالا مهمه یا مایلی راجبه صحبت کنید، چون این گفتگو نمیتونه بیش از این ادامه پیدا کنه، برای که برای واقعا رسیدن به یه نتیجه احتیاج به این است که با کسی ساعت ها، بسا 10 ساعت، 20 ساعت، 30 ساعت یا با همکاری همسرتون کار رو ادامه بدید. آقای دکتر، شما از من پرسیدید که چه خصوصیت مثبت و منفی دیگه ای که به چشم بیاد همسرم داره. آقای دکتر، اتفاقا همسر من اگه ارزیابی من درست باشه، آدم بسیار خوش برخورد اجتماعی و توی روابط اجتماعیش خیلی حواسش اتفاقا هست که خیلی بیجا شوخی نکنه، با دیگران درست برخورد کنه و آدم بسیار منصف و با وجدانی هست و بهترین خصوصیتی که من خیلی خیلی دوست دارم و شاید بگم همین باعث شد که تصمیم نهایی بگیرم باشون ازدواج کنم، بسیار آدم قابل پیش بینی هست. یعنی هیچ وقت من سورپرایز نشدم تو این 10 سالی که میشناسمش. همیشه رفتارش جوری بوده که من میدونستم که اگه فلان اتفاق بیفته، خب ریاکشن همسرم این خواهد بود و هیچ وقت خلاف اون نبوده. یعنی آدم خودساخته هست فکر میکنم، چون هم تو سختی بزرگ شده. ولی چیزی که منو اذیت میکنه، مادامی که دخترم نیست تو خونه، دیکره یا هر چی، زیاد اگنور میکنم. ولی وقتی که هست احساس میکنم خب چه اتفاق میفته، مثلا دختر من هم 10 سالش بشه و بیاد خونه تعریف کنه و هیچ احساس همدلی من از همسرم نمیبینم وقتی که مثلا یه موضوعی دارم براش تعریف میکنن. یا چجوری بهتون میگم آقای دکتر، اون یه آخه یه مشخصه مردونه است عزیز. نه ببینید، البته گفتم متاسفانه یه وقت میخوایم، اصولا تفاوت زن و مرد همین. شما روزی که بیاید درباره مسائل و مشکلاتتون به مرد صحبت کنید، شما بیاید بگید که من امروز ظهر قبل از نهار با رئیسم دعوام شد، بابا همسر شما 15 تا دلیل میاره که شما چرا قد اشتباه کردید، تو نباید این حرفا رو میزدی، باید میذاشتی بعد از ظهر میشد، قبلش باید مقدمه رو میچیدی. یعنی مردان وقتی که شما درباره مسئله و مشکلتون صحبت میکنید، ذهنی که دارن این است که راه حل چیه و اشتباه کجا بوده و چه باید کرد. در حالی که اگر شما تلفن کنید به یه دوست دخترتون، حتی خانمی باشه در همون حد تحصیلات و آگاهی های همسرتون، بلافاصله میگه انشالله بمیره این رئیس نوست، من بهتر گفتم این مردی که فلان و بهمانه. یعنی میدونید اشکال کار این است که معمولا زنان آخه اصلا یه فرمول کلی، زنان احساس به همدردی دارن، ای بسا خودتون مسئله رو به بهترین صورت ممکن حل کنید، مردان اینگونه نمیرن. اگر شما راجع به این دارید صحبت میکنید، برمیگرده به اینکه همسرتون معتقدن برخورد شما با موضوع درست نیست.
آقای دکتر، موضوع فقط این نیستش. اتفاقا من راجع مشکلاتم صحبت نمی کنم چون اصلا راه حلای خوبی هم نمیده. چون یعنی خودم خیلی راحت هم میتونم حلش کنم همیشه اینطوره، یعنی خودم فکر میکنم که خب حالا شما یه موردی که آخه نوع حرفی که مثلا راجع به نشستیم یه فیلم میبینیم، خب یه فیلمی که اسکار گرفته، خیلی وقت گذاشتیم واسهش، رفتیم سرچ کردیم، وقت گذاشتیم که اوکی امشب میخوایم فیلم ببینیم، دخترم خوابیده، در اوج قسمتی که فیلم احساسیه و من کلی چیزای مختلف به ذهنم میرسه، سناریوهای مختلف که چرا اصلا اینجوری ساخته شده این فیلم، چرا فیلم نامه داره به این سمت میره، دوستان راجعش صحبت کنیم، ولی ایشون حتی در صحنه های دراماتیک هم میخنده. خب آخه اون برخی از اوقات نه، ببینید عزیز، این باز برمیگرده به همون ذهنیتی که برای بسیاری علت خنده برای انسان تعجبه، برای بسیاری هر خبر تازه خنده است. یعنی شما وقتی به یک دکتر این خبر تازه رو که گفتید، دقیقاً من به این نتیجه هم رسیدم. خب آره، برای که مغز اینه، هر چیز تازه‌ای، ببینید شما چرا لطیفه چجوری گفته میشه، میره شما رو در یه مسیری میبره، یه دفعه یه چیز دیگه میگه، و علت این که ما میخندیم به نوعی عدم آمادگیمون برای رسیدن به این نتیجه گیری، و همونطور گفتم تعجبه، اصلا ریشه اونه. ولی بسیاری از دوستان هستن که میگن میخواستیم بریم سفر ولی 3 روزه شد 13 روزه، ها میخندن، بعد نمیدونی اونجا کیا دیدن، جواد آقا دیدن، جواد آقا خنده نداشت، سفر 3 روزه به 13 روزه خنده نداره. ولی اشکال کار من اون دست که مثلا فیلمه راجع به اینه که دست طرف قطع شده، خب دست طرف قطع شده، یه فیلمیه که واقعا خوبم ساخته شده، یعنی فیلم خنده داری نیستش، بعد خیلی دراماتیکه، بعد مثلا میگه ای پشت صحنه الان دارن چجوری مثلا دستش قطع شده، چه خنده خب داره، مثلا چه باحال دست آدم قطع شده، فکر کن آره اون دوره. خب ببینید عزیز، بسیاری از علما بعد از دیدن چیز یونیورسال استودیو، اونجایی که فیلم میسازن، خیلی آروم گرفتن، برای که بسیاری از مردم وقتی در یه فیلمی میاد فکر کنن واقعیه، در حالی که وقتی مثلا میبینن یه فیلمی چوری درست میشه، مثلا 30 نفر اون دور و بر هستن، اون مامور اون کار میکنه، این در این کار میکنه، این در این چیز عوض میکنه، تمام اون واقعی بودنا رو میگیره. به همجاست که بسیاری از مردم و آدم ها در کودکی چه میکنن؟ همینقدر که مثلا در فیلم ترس ها میشه، بگه با نترس، یه فیلمه، اینا الان کارگردان اونجا از دوربین هست، یعنی یه جوری خودشون رو تسلی میدن، یعنی اینا مکانیزم های دفاعی است. ولی ببینید عزیز، یه چیزی به اسم اسکیزو افکتیو هست، اصلا به همسرتون مرتبط نیست، اصلا یعنی یه نوع از حال اسکیزوفرنیه که برمیگرده به واکنش های نامتناسب احساسی درباره موضوع ها، و چون خواهر این رو داره، اون ضربه میتونه اونجا باشه، بنابراین یه جایی از مغز یه جور دیگه کار میکنه. بر اساس توضیح شما، همسر شما میتونه خودش رو جای دیگران بگذاره، همسر شما میدونه که اگر به یه کسی که فرض کنید تازه بچهش مدرسه رو ول کرده بگه، خیلی از پدر مادرها بچه هاشون رو بدبخت میکنن و کاری میکنن که بچه ها دیگه درس نخونن، خب میدونه الان داره اون آدم رو با یه مشت داره میزنه تو دهنش، ولی اینو میتونه به عمد بکنه. اشکال کار این است که وقتی که آدم این آگاهی داره، هم چه اشتباهی نمیکنه، و شما دارید به من میگید که همسرتون اینگونه نیست، ولی چرا در مورد شما هست؟ خیلی از وقت فقط با شما به نوعی سر جنگ داره، ولی برمیگرده به خب اینجا مسئله است، یعنی به خیلی از اوقات میخواد شما رو سر جاتون بنشونه، خیلی از اوقات میخواد برتری و امتیازش خودش رو به شما نشون بده، و اینا بسیار از اوقات ناآگاهه، ولی اینا اصلا موضوعی نیست که شما بخواید جدی بگیرید. برای که آقای دکتر، یه موضوعی که شاید از همه اینا مهمتر باشه، من توی فرصت کوتاه بگم، ما وقتی که اینجا بودیم، پدر همسر من در اثر تصادف فوت کرد، و همسر من به دلیل مشغله فکری و اصلا کلا ذهنش که خب حالا من برم چیکار کنم، فکر تموم شد دیگه، حالا من برم چیکار کنم، نرفت، و خب منم موافق بودم، شرایطش هم نبود که بره، و اصلا هیچ سوگواری، با اینکه خیلی پدرش رو دوست داشت، من هیچ سوگواری ازش ندیدم، انقدر به راحتی در عرض شاید بگم چندین ساعت به زندگی عادیش برگشت که من واقعا متعجب شدم که اصلا هیچ حسی داره.
چجوری ممکن آدم هیچ اصلا تحت خب تاثیر قرار ممکنه نگیره، در حالی که ممکنه. میبینم خیلی جاهای دیگه اتفاقا مرد بسیار با احساسیه. یعنی آخه درباره یه چیزایی با احساسه. ببینید بسیار از اوقات ما بچه‌مون رو بد جوری میزنیم، ولی بعد یه فیلم ببینیم که مادر و پدر از بچه دارن جدا میشن، اون همونقدر که دستش رو تکون میده ما گریه میکنیم. میدون یعنی یه جوری که داره میگه بای بای مثلا، در حالی که ما قبلا داریم دست بچه هم شکستیم. نه تعجب نکنید، همسرتون یک کمی مختلف متفاوته، بعدم درستش هم نکنید، چون درستش کنید ممکنه دیگه شما رو نخواد. ولی اگه دلتون خواست بذارید صحبتهای من و شما رو ایشون بشنون، خواستید با یک کسی راجع به صحبت کنید، بعدم ایشون باید بتونه توضیح بده، باید بتونه توضیح بده که در درونش چی سبب میشه به اینجا برسه. گفتم اگر خود ایشون حرف میزده من میتونستم بفهمم از کجا میاد. کلا نظرش که خب اصلا اونقدر جدی نیست مسائل، با اینکه تو همه کاراش جدیه، هدفاشو خب دنبال نه میکنه. آخه ملاکیشو نیستن. نه ببینید مثال من چی بود، شما نمیتونید درباره کسی که بچهش درس رو ول کرده حالا بگید موضوع مهمی نیست درس نخونده، نه این کار نمیتونید بکنید. شما میتونید برای خودتون تصمیم، برای دیگران نه. ایشون اگر میگفتید به کارهای خودش میخنده میگفتم خیلی خوب، ولی ایشون در یه جوری با شما کلنجار میره، اون از کجا میاد؟ خیلی از اوقات هم اصلا مسئله کاملا برمیگرده به اینکه مثلا با یکی از اعضای خانواده این گونه بوده و اون مادر بوده، عمه بوده، یا نمیدونم گفتید خواهر داره، با اون یاد گرفته فقط با اون مخالفت بکنه. چون ببینید یه دستن با بهشون دیفاینت یا اپوزیشنال، یعنی فقط تو بگو چی من عکسش میگم، بگو سرد میگم گرمه، بگو گرمه میگم سرده، مثلا کاری به واقعیت ندارم، ملاک من مخالفته. حالا در اینجا ملاک من یه چیزی رو کم اهمیت کردن یا مسخره کردن یا به هر حال زهر و سمش از طریق لطیفه‌ای که به دنبال اون میبندم یا جوکی که میگم تغییر دادن. حالا اگر خودشون دلشون خواست و فکر کردن اینقدر جدیست که میتونن راجع به صحبت کنن، شما هم باشید میتونیم حرف بزنیم، ولی موضوعی نیست. اگر کسی رو پیدا کنین حتما. منم متاسفانه به پیام هم رسیدم، باید خدافظی کنم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت